آغاز به کار تاپی در افغانستان و پیام وصل حکومت وحدت ملی و منطقه هرات میزبان سران و نمایندگان چهار کشور عضو تاپی بود. نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور ترکمنستان، وزیر دولت در امور خارجه هند و رئیس جمهور غنی ادامه ساخت لوله گاز تاپی در هرات را رسما شروع کردند. قرار است 816 کیلومتر آن که در خاک افغانستان امتداد دارد در یک سال آینده ساخته شود. گاز تاپی به عنوان بزرگترین دستاورد اقتصادی افغانستان و تحول در مناسبات اقتصادی کشورهای آسیای میانه، افغانستان و جنوب آسیا یاد می شود. تاپی منبع بر درآمد افغانستان می افزاید و از سوی دیگر و مهمتر تاپی که به دلیل بی‌اعتمادی سیاسی و بی‌ثباتی در افغانستان 23 سال به تأخیر افتاده بود در وضعیت ناگوار امنیتی و جنگ جاری و متهم بودن کشورهای منطقه در قضایای افغانستان، تاپی مسبب گسترش داد و ستد اقتصادی می شود و رویکرد منطقه‌ای کشورها را تغییر خواهد داد. مدیریت و بهره‌گیری از این فرصت و رفع چالش امنیتی در مناطقی که تاپی از آن می‌گذرد به عنوان یک عنصر مهم برای تطبیق این پروژه در افغانستان یاد شده. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدین. من این نظری هستم و مهمانان برای بحث بیشتر در این مورد آقای رضا فرزام، استاد دانشگاه، آقای سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، و آقای جارالله منصوری، وزیر پیشین انکشاف و دهات. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای منصوری، اگر شما آغاز بکنیم، برای کشور مثل افغانستان و با آنچه که در واقع میگذره و اینوان حقیقت موجود در این کشور، تاپی چی ارمغان را میتونه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب در گام نخست عرض سلام احترام خدمت شما دارم و خدمت مهمانان عزیز که هر دو جوان هستند و از طریق تلویزیون شما و بیننده های تلویزیون خورشید. قبل از هر سخنی، افتتاح کار عملی پروژه تاپی را در شهر باستان هرات که مقطع ترکمنستان تکمیل شده و مقطع افغانستان کار عملیش آغاز میشه، و ملت بزرگ و ستم دیده و رنج کشیده افغانستان تبریک عرض میکنم. تردیدی نیست که تاپی یک پروژه رویایی بود و با در نظر داشت شرایط کشور و با در نظر داشت شرایط منطقوی و جهانی تصوری از این نمی رفت که روزی کار عملی تاپی در خاک افغانستان آغاز شود. اما بالاخره با در نظر داشت تجاربی که در جهان وجود داره، که خصوصا بعد از جنگ پایان جنگ سرد همکاری های منطقوی یا همگرایی منطقوی در اروپا ایره ثابت ساخت که یکی از عوامل مهم پیشرفت، توسعه و انکشاف، صلح و ثبات و آرامش همگرایی منطقوی است. ولی همگرایی های منطقوی درب ورودی دارن، باید از درب ورودی مناسب به طرف همکاری های یا همگرایی های منطقوی رفت. درب ورودی مناسب و معقول به خاطر رفتن به سوی همگرایی و همکاری منطقوی همکاری های اقتصادی هست. در منطقه، در آسیا، باز تجربه آسیا نشان داد که کوشش های انفرادی نه برای مبارزه با تهدیدها ما را به جای رساند و کوشش های انفرادی نه برای تأمین منافع مشترک ما را به جای رساند. بالاخره ما در جهان قرار داریم که باید دست جمعی، دست به دست هم بتیم، هم در برابر تهدیداتی که قرار داریم مبارزه بکنیم، با یک اجماع مبارزه بکنیم و تهدید را تهدید یک کشور فکر نکنیم. ناامنی یک کشور، بی‌ثباتی یک کشور تاثیرات منفی بالای کشورهای منطقه داره و بالاخره بالای امنیت دنیا داره. و همچنان تأمین منافع هم به همین شکل است که باید برای تأمین منافع کوشش های مشترک صورت بگیره. خب بالاخره تاپی که تاریخی درازی داره، که شما شاهد هستین که طالبا هم حمایت کردن و گفتن که از زمان حکومت ما بحثی تاپی آغاز شده بود، خب حداقل یک نوید خوب است که ایرم به طالبا میگیم که درست از زمان حکومت شما شروع شده بود و ایرم که حمایت کردین که مسیر ناامن نمیسازین و یک پروژه ملی هست، حداقل یک تشکر، چراغ سبز است به ملت افغانستان که چرا ما تمامی نگرانی های ما ازی بود که اگر مسیری پایپلاین گاز ناامن شوه، بالاخره این پروژه در افغانستان با موفقیت نمیرسه.
ما ای را به افعال نیک میگیریم و ارمغانی را که برای افغانستان داره ایسته که یک روزنه امید باز شده. و شخصا من خودم به این نظر هستم که دیگه تاپی آغازی باشه برای پایان روزهای سخت و پایان دشواری ها در کشور. و تاپی و مشابه پروژه تاپی، پروژه های دیگری که افتتاح میشه، ما را ببره انشاءالله به مسیری توسعه و ترقی و بالاخره افغانستان یک پول، یک معبر، یک مرکزی همگرایی های اقتصادی در منطقه شوه و از این مزایا همه کشورهای منطقه مستفید شوه. پس بزار آقای بهمن، تدابیر دولت افغانستان در خصوص چی است؟ قرار است کار که صورت بگیرد چی مقدار زمان در بر میگیرد؟ بحث بودجه که قرار است با مصرف برسه از طرف کی تمویل میشه در مجموع اگر از صحبت بکنیم؟ نخست اجازه بدین که عرض سلام داشته باشم خدمت جناب وزیر صاحب و استاد محترم و همچنان شما و بیننده های عزیز شما و همکاران تکنیکیتان. بحث تاپی یک پروژه هست که تقریبا بیش از 2 دهه همیشه گفتمانی ازی بوده، اما نظر به متنش هایی که بوده و نظر به گذشته متاسفانه خرابی که ما داشتیم قبل از سال 2002 در افغانستان، این زمینه مساعد نشد که این پروژه به عملی برسه و بعد از او هم مشکلاتی بود میان کشورهایی که در این مسیر بودن، مخصوصا مثلا پاکستان و هند مشکل داشتن و دوم دیگه هنوز هم. و در این حال یک پروژه کلانی هست در حدود 10 میلیارد دلاری پروژه هست، اما بحث تکنیکی ازی تقریبا بنان این زمانگیر بود برای ازی که تا مذاکرات شود تقریبا بیشتر از 12 دور مذاکرات شد و موافقت نامه ها به امضا رسید، تا اینکه امروز روز گذشته به مرحله رسید که کار در ترکمنستان تکمیل شد و در افغانستان اما سنگ بنای از او گذاشته شد. و امیدوار هستم که این پروژه یک گفتمان جدیدی را مطمئنن که آغاز میکنه در منطقه آغاز بکنه. و میخوایم یک نکته را هم بگم که آلی تاپی تنها یک لوله گاز نیست، بلکه یک دهلیز اقتصادی است. در کنار تاپی قرار هست که چند پروژه دیگری هم همزمان تطبیق شود در کنارش که با اون مسیر میره. یکی پروژه 500 ولت برقی هست که از ترکمنستان مستقیم از مسیر هرات میره به چمن پاکستان. و در کنار از این خط ریل مطرح هست که ما ترکمنستان و افغانستان وصل بکنیم به خط ریل به چمن پاکستان. و همچنان در کنار از این بحث فایبر نوری هست، در کنار ازی همچنان بحث این هست که ما چگونه بتانیم که امو روند ترانزیت ازی را تسریع ببخشیم یا سرعت بتیم در پهلوی ازی ساختارهای امروز هم مد نظر گرفته شده. و در نهایت هم این مسیرهایی که گفتم تنها با این 2-3 کشور هم ختم نمیشه، یعنی تنها موضوع پاکستان، افغانستان و ترکمنستان نیست، بلکه قرار هست ایران هم شامل ازی شود، چون ما خط ریل تا هرات داریم از طریق اسلام قلعه. و همچنان قرار هست که 5 Nation Railways خط 5 جانبه‌ای هست که به می مسیر میره به ایران، از چین آغاز میشه تا به ایران میره. بنان اینها کلگیش به عنوان یک دهلیز مطرح هست. تاپی امروز تنها لوله گاز نیست، بلکه یک دهلیز اقتصاد است. و مشخصا پروژه تاپی یک کنسرسیومی هم و تاپ لیمیتد یا کنسرسیومی شرکت تاپی به وجود آمده که هم شرکت های نفتی یا گازی ملی کشورها عضویتی از او را دارند که از افغانستان افغان گاز است، از ترکمنستان ترکمن گاز است. همین قسم اینها قرار هست که کار مشترکن پیش بره. واضح هست که در بعضی جای های کارا سب کانترکت میشه با بعضی پروژه ها. و میخوایم بگم که تقریبا 85% سهمی از ایر ترکمنستان داره و 5% دیگه متواقی از ایر کشورهایی که از این مسیر میگذره، مانند افغانستان، پاکستان و هند داره. و در چند مرحله ما گاز را نظر به ظرفیتی که داریم که هم از بودی مصرف داخلی و هم از بودی مصرف صنعتی مون ما تشکر. بحث مزایای اقتصادی رو میشه با شما بحث بکنیم. تاپی چه مزایایی میتونه برای کشور ما در افغانستان داشته باشه و در وضعیت که افغانستان از لحاظ اقتصادی به سر میبره؟ بسیار زیاد تشکر و عرض سلام خدمت دوستایی که اینجا تشریف دارن و تمامی بینندگان شما. در رابطه با اهمیت اقتصادی پروژه تاپی برای افغانستان صحبت‌های فراوانی شده، ولی من میخوام به صورت مشخص در مورد 5 موضوع اساسی در رابطه با پیامدهای مثبت پروژه تاپی برای اقتصاد افغانستان صحبت کنم. بحث اول و مهمی که برای افغانستان حائز اهمیت است، حق ترانزیت است که افغانستان از لوله گاز تاپی به دست میاره. بر اساس آمارهای ارائه شده در حدود سالانه نزدیک به 500 میلیون دلار دولت افغانستان حق ترانزیت دریافت میکنه و این برای کشوری که
از وابستگی بسیار شدید مالی به کمک‌های جامعه جهانی رنج می‌بره، یک فرصت استثنایی هست و شما می‌فهمین که تعهد جامعه جهانی به خاطر حمایت مالی از افغانستان تا سال 2020 صورت گرفته و بعد از سال 2020 چشمانداز روشنی به خاطر ادامه کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان وجود نداره و دولت افغانستان مجبور است روی گزینه‌های بدیل برای کمک‌های جامعه جهانی متمرکز باشد تا بتونه بعد از 2020 دولت افغانستان و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در افغانستان سرپای خود استاش و یک مورد. مورد دومی که از اهمیت فراوانی برخوردار است افزایش فرصت‌های شغلی برای افغانستان است. بر اساس احصائیه‌های ارائه شده در حدود نزدیک به 10,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه تاپی استخدام میشه و استخدام 10,000 نفر برای کشوری که از بیکاری مزمن رنج میبره یک فرصت استثنایی دیگر است که بتونند در راستای کاهش بیکاری در کشور از این پروژه استفاده مؤثر انجام بده. بحث سومی که دوستان هم اشاره کردن دسترسی افغانستان به انرژی گاز است. افغانستان به خاطر دست یافتن به رشد پایدار اقتصادی ضرورت به دسترسی به منابع انرژی پایدار دارد و یک از انرژی های پایدار، یک از زمینه های انرژی پایدار برای افغانستان خط لوله تاپی است. بر اساس توافقی که صورت گرفته در دهه اول پروژه تاپی حق افغانستان 500 میلیون متر مکعب است، در دهه دوم 1 میلیارد و در دهه سوم 1.5 میلیارد متر مکعب افغانستان حق برداشت از گاز تاپی را دارد. این برای افغانستان، برای اقتصاد افغانستان فوق‌العاده مهم است، به دلیل از اینکه ما یک اقتصاد در حال رشد هستیم و ضرورت داریم که در حوزه‌های مختلف، در زراعت، در صنعت و در سکتورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنیم و سرمایه‌گذاری بدون داشتن انرژی پایدار تقریبا ناممکن است. از این جهت هم پروژه تاپی میتونه برای افغانستان از اهمیت استراتژیک برخوردار باشه. و بحث اساسی تر دیگه ای که به نظر من بسیار مهم است، تقویت اهمیت افغانستان در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه ای است. تا هنوز افغانستان و نقش افغانستان در اقتصاد منطقه ای و در معادلات سیاسی منطقه ای متاسفانه زیاد چشمگیر نبوده و تطبیق شدن پروژه های مثل تاپی اهمیت استراتژیک افغانستان در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه افزایش میده و کمک میکنه دولت افغانستان تا به صورت کم هزینه تر به صلح و ثبات پایدار دسترسی پیدا کنه. تشکر آقای وزیر. در حال حاضر در واقع معلوم میشه که توپ در میدان افغانستان است. بین جدا از اینکه بحث مزیت های اقتصادی پروژه مطرح در افغانستان، روی چالش ها و فرازنشی ها صحبت بکنیم. مثلا یکی از نگرانی ها بحث امنیت است، از جاهایی که خط میگذره در واقع در حال حاضر از ناامنی رنج میبره. در کنار مسائل امنیتی چه چیزهای دیگر جدای از یک خوشبینی ایدئال میبینین؟ خب بحث امنیت بحث مهم است، در یک چیزی که باعث امیدواری به مردم افغانستان است و به مردم هر سه کشور دیگر. اوی هست که فعلا بالای کشور پاکستان هم فشارهای بین المللی خیلی زیاد است که از دهشت افغانی حمایت نکنه و فعلا در لیست خاکستری هم که پاکستان شامل شد، در لیست یک قدم دیگه لیست سیاه هست. اما این لیست خاکستری هم تا یک فرصتی هست که اگر در فرصتی داده شده برای کشور پاکستان سه ماه در مدت سه ماه با تعهدات خود صادقانه عمل نکنه، میره به طرف لیست سیاه، شامل لیست سیاه میشه. و شامل شدن در لیست سیاه یک لکه بسیار تاریخی به پاکستان میمانه. بعضی بدنامی ها پیشتر ما با دوستان میگفتیم که بعضی بدنامی ها طوری است که او دیگه از دامن انسان، از دامن کشور زدوده نمیشه، همیشه باقی میمانه. ما به این باورمند هستم که عقلانیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پاکستان ایره ایجاب میکنه که دیگر این مسیر ناامن نسازن و چون خودشان هم یک مصرف کننده انرژی هستند و چرخه اقتصادشان وابسته به می چرخش چرخه اقتصادشان وابسته به انرژی هست و نیازمند هستند، این مسیر را تا امنیتش را تامین بکنن، بخصوص که طالبان هم اعلان کردن که این مسیر را امن. یک بحث. بحث دومی که
ما را خوشبینی را ایجاد کرده است که ملت در مجموع همه از پروژه تابع استقبال میکنند. ملت افغانستان حالی آگاهی را دارند که موقعیت جغرافیاییشان طوری هست که میتونه امی موقعیت جغرافیایی مردم افغانستان در کوتاه مدت از این بدبختی های فقر و بیچارگی و مسائلی که روزانه ما با او دست پنجه نرم میکنیم بالاخره در کوتاه مدت ما را از این بیرون بکنه. 10,000 کاری مستقیم به این معنا که حداقل 10,000 جوان ما دیگر به ایران به خاطر لقمه اینان نمیرن. 10,000 کاری مستقیم و غیر مستقیم است. اما در پهلوی ازی فرصت های جانبی دیگه هم ایجاد میشه، چون پیشتر دوستا گفتن که تنها مسئله پروژه تاپی نیست، بله، پروژه های دیگری هست. اما میمانه یک بحث دیگر که بحث مدیریت اقتصادی این پروژه است. دقیقاً من میخواستم بشنوم که فرصت ها چالش های موجود چی است. خب حالا ما انتخابات در پیش روی داریم، بعد حکومت آینده، رژیم آینده یا حکومت آینده روی کار می آین که با کدام شیوه ها باز پروژه تاپی را مدیریت می کنند. یک موضوع. موضوع دیگه است که فعلا گفتیم که 500 میلیون متر مکعب گاز حق برداشت داریم، 500 میلیون دلار یا 400 میلیون دلار حق ترانزیت می گیریم. حال از یک طرف ما خوشبین هستیم که پروژه تاپی کار عملیش آغاز شده و این به فعال نیک میگیریم، اما این مقداری که برای افغانستان امتیاز تعیین شده آیا به اساس سنجش ضرورت ها شده؟ آیا وزارت انرژی و وزارت معدن ما این چیز داشته، این ظرفیت وجود داشته که سنجش بکنه نیاز انرژی خانوار ما را، نیاز خانوارهای ما را به انرژی، نیاز صنعتی ما را به انرژی، نیازهای متعددی که ما به انرژی داریم، همه از اینا سنجش شده؟ آیا در اثر یک سنجش دقیق و تکنیکی گفته شده که ما سالانه باید 500 میلیون متر مکعب گاز برداشت کنیم؟ از نگاه اقتصادی آیا این محاسبات اقتصادی ما را به این نتیجه رسانده که ما باید 400 یا 500 میلیون دلار حق ترانزیت بگیریم؟ اینی مسائلی است که امروز هم خوب نمیگم امروز مطرح، ولی فردا این مطرح میشه، به خاطر ازی که در حالاتی در عصر امروزی یا در حالت کنونی ما تشنه کار عملی پروژه تاپی بودیم که شد، بله. اما حکومت آینده شاید سری از این دقت بکنه، بله، و شاید هم سری از این نتانه دقت بکنه. بحث مدیریت پروژه را کمش روش تمرکز بکنیم. خب حالا تمام توافقات ظاهرا چیزی بوده که دیروز اعلام شد، پس از این شما را به عنوان یک شهروند نخبه چی نگران می‌سازد تاپی؟ جدای مسئله تامین امنیت و گپای دیگه. خب تامین امنیت بحثش گفتیم که امیدوار کننده است، بحث همکاری ملت هم که بحث امیدوار کننده است، ولی مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی پروژه در آینده نمیگم مایه نگرانی شدید است، ولی در آینده دقت میخواهد. تشکر. به خاطر از اینکه حکومت وحدت ملی فعلا حداقل به این دو کاری دو بعد از دو تا دستاورد عمده حکومت وحدت ملی بعد یاد کنیم، یک اجماع منطقوی را واقعا حکومت وحدت ملی تانست و بخصوص شخص رئیس جمهور به بار بیاره و فشار را وارد کنه بالای پاکستان از طریق کشورهای منطقه و کشورهای جهان. تشکر. و گپ دوم است که کار عملی پروژه تاپی را تانست که آغاز بکنه. حال بی بر رژیم آینده یا به حکومت آینده وابستگی داره که از نگاه مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی به این پروژه از کدام بود میبینه و چگونه ایران مدیریت میکنه. بهمن صاحب، سنجش را که اینا گفتن سنجش بر اساس ضرورت ها شده یا بیشتر حق امتیاز ایجاب میکنه که قدر باید افغانستان باشه؟ و گپ دوم مسئله نگرانی که وجود داره بحث مدیریتش است. حالا از یک دید منتقدانه به طرف پروژه ببینیم، چون زیاد مزیتاش گفته شد، بحث مدیریت دیدگاه شما در این مورد چیه؟ خب اجازه بدید، موضوع یک خودی لوله هست، لوله گاز تیر میشه و بعد هم از طریق ازی امو گاز ترانزیت میشه. بعضی چیزها باز متغیر میباشن که در هر میتونه هر 6 سال بعد، هر 5 سال بعد، هر 3 سال بعد بالاش گفتگو شود، چون به طور مثال قیمت گاز در بازار جهانی هر روز تغییر میکنه، هر ثانیه و هر دقیقه تغییر میکنه. بنان این بحثی زیاد چی نیست، قابل نگرانی نیست، میتونن تفاهم بکنن، گفتگو بکنن و دوباره قیمت تعیین بکنن. و بحثی عقل امتیاز یا عقل عضویت هم همشونن، به اساس همون تخمینی زده شده که در حدود 450 تا 500 میلیون دلار ما به دست میاریم و
شاید هم نظر با امو بازمو محاسباتی که در آینده یا متغیرهایی که بالای از این مقدار تاثیر شاید که کمک زیاد شوه یا کمی بیشتر شوه. و بعض دیگه چی است که مقدار ترانزیت، مقدار گازی که ما نیاز داریم، مقدار گاز ما به دو اساس سنجش شد. یک به اساس مصرف خانواده های ما که ما نیاز داریم، و دوم دیگه یک کمک بالاتر و خوشبینانه، گرچه در اول توقع بود که باید 3 میلیارد ما بخوایم، اما وقتی که ما دیدیم که نظر به مصرف و نظر به ای که ما بتونیم برای صنعت خودم استفاده بکنیم، چون از گاز برای تولید انرژی هم میتونن که استفاده شوه، برای چرخه های فابریک های شما به حرکت بیا بنن، برای این مبناها تنظیم شده. و یک خوشبختی دیگه هم این است که میتونه کمک اجست هم شوه. این قدر چی نیست که ما باید امو 500 صد فیصد بگیریم، چون بحثی است که وقتی لوله که از مسیر افغانستان تیر میشه، پاکستان از طریق گاز تاپی تنها 10% نیازمندیش مرفوع میشه، یعنی بازار کلانی است برای از اون، یعنی بالاتر از این. و هند از گازی که از اینجا میگیره 6% امو نیازمندیش مرفوع میشه، بنان میتونه که اگر مازادی از افغانستان میباشه اونا هم میخرن. از این بود اوقدر مشکل زیاد به اصطلاح قابل تشویشی هم نیست. ظرفیت خرید وجود داره، بخاطر ظرفیت خرید در منطقه وجود داره و ما توقع ما نیست، چون به خاطر کارهای ابتدایی آغاز شده. امیال دو تا کمپانی در شمال افغانستان، در مزار و در شبرغان، از گازی داخل افغانستان برای تولید برق در حدود 100 مگاوات برق اونا قرار هست که تولید بکنن، بنان این کار آغاز شده و ما توقع داریم که اگر بتونیم از اون گاز هم استفاده بکنیم برای تولید انرژی. مدیریت پروژه خب دیده شک که وجود داره نسبت به این مسئله، بحثی که مدیریتش هست و واضحاً که یک زمان کلانی را می گرفت که ما مذاکره بکنیم، گفتگو بکنیم. و بعد از سال 2002 شما شاهدش هستین که ما تقریباً بعد از سال 2002 در بود انکشاف از صفر آغاز کردیم و آمدیم امسال در سال 2018 هستیم و تقریباً 18 سال گذشت. یک ذره وضعیت مدیریتی خوب شده و برامون مبنا هست که امروز کار آغاز شد. بنان ما توافقنامه ها را اکثرا دولت افغانستان، اینمی کسانی که در شهروندان این کشور هستند، در بحث مذاکرات، در بحث توافقنامه های تکنیکی و موارد دیگر هم بودن، دخیل بودن. و اینها خوشبختانه آل او ظرفیت 2009 نیست، بلکه 2002 نیست، بلکه ظرفیت 2018 است. و خوشبختانه جوانانی که آمدن که امروز با تجارب خوب با تحصیلات خوبتر، بنان ما توقع داریم که حداقل ما بتونیم این وضعیت مدیریت بکنیم. اما واضحاً که ما نظر به کشورهای همسایه هم هنوز هم ما نیاز داریم، چون اونا با یک تکنولوژی بسیار قوی از سالهای بعد بود. یک نکته دیگرم در مورد نگرانی های امنیتی بخوام بگم. نگرانی امنیتی را اگر تقسیم بکنیم دو بود داره، یک بودی داخلی داره و یک بودی هم بیرونی داره. در بود بیرونیش یک چیزی را که ما توسط پروژه های منطقوی دنبال میکنیم است که ما بتانیم اما منافع های اقتصادی را گره بزنیم، بله، که پاکستان جزی از است و بنان خودش برای میخواه که در تمویل بکنه، در حقیقت این سریع تصریح بکنه. خب دمیجا من میخوام بپرسم که ربط بین یا در میان حمایت طالبا از این پروژه و پاکستان وجود داره برای شما؟ خب یک نقطه هم اجازه بتین این بحث تکمیل بکنم میایم به سوال شما. بنان برای پاکستان نیاز داره به انرژی و یکی از کشورهایی است که در بحران انرژی به سر میبره و خودش هم منابعش به شدت ضعیف است برای تولید انرژی و نفوس هم به شدت رشدش بالاست و صنعتش هم داره کم کم جان میگیره. بنان این نیاز داره، به او خاطر باید دهی داخل شود. شما تنها تاپی را ندارین، کاسا 1000 است که از شمال افغانستان میره به ایالت خیبر پختونخوا، همچنان پروژه‌ای که پیشتر خدمتتون عرض گفتم 500 ولت برق است، کیلو ولت برق است که او هم میره. بنان این یک نگرانی را در منطقه کاهش میده. و یک نکته‌ای را میخوایم بگم، ما تاپی را تقریبا قبل از دهه 90 آغاز کردیم بحثش. گفتمان دهه 90 تا آل 2018 بسیار تفاوت داره، آل منطقه تغییر کرده. امروز کشورهایی که در آسیای میانه هستند به نحو استقلالیت تصمیم گیری های خود تا اندازه ای هم دارند و منافع خود برای این مملکت زمانی که شما میگین منطقه تغییر کرده، آیا منطق در واقع روی کارت ها هم تغییر کرده؟ دقیق امروز خوشبختانه در نیمی منطقه در سال مثلا 1990 همه دیدگاه نظامیگری بود. امروز خوشبختانه اکثریت کشورهای پیرامون شما دیدگاهشان بر مبنای اقتصاد محور شده. شما آسیای میانه را میبینین منفعت های اقتصادی را جستجو میکنه. شما افغانستان هم آزر قیاس و این دو اینا را. و دو میگه یک نقطه داخلی شد میگم. یک کوتا میگم. در داخل خوشبختانه سه فاکتوری اساسی نقش بازی میکنه برای امنیتش. یک، اولین نقطه مردم افغانستان هست. این پروژه را ببینین که از آغازش تا حال چندین رژیم و حکومت پیهم آمد و رفت.
اما این پروژه برای امروز هم به مرحله اجرایی گذاشتش، بیرون ملکیتش ملکیت مردم است. و خوشبختانه امروز دیدین که در شرق افغانستان، در جنوب افغانستان، در شمالش، در مرکزش، همگیش از این پروژه حمایت کردن. خودش به این مفهوم است که مردم ما به او عقلانیت شکر رسیدن. فاکتور دوم هم موضوع امنیت نیروهای امنیتی شماست و قطعه خاص هم برای حمایت و امنیت از مد نظر. و سومش هم شما دیدین که حتی مخالفین مصالح افغانستان هم برای از این حمایت کردن و چون دانستن که این پروژه ملی مردم افغانستان. آقای فرزام، امیدی رسیدن به ثبات از یک بود دیگر ببینیم، بود سیاسیش، فکر میکنین که ما در تطبیق از این پروژه واقعا در داخل افغانستان مشکل نداشته باشیم که همین امیدی را که روزن امیدی را که ساخته شده برای اینکه یک بافت در واقع در منطقه ایجاد شده که پاکستان به عنوان حامی حراس افغانی در منطقه دیگر مجبور به ایشه و بر اساس نیازی که برای انرژی داره دست از حمایت از حراس افغانی بران، چیزی را که حتی فشارهای آمریکا ظاهرا نتونست که از سر پاکستان دور کنه. بسیار زیاد تشکر. من سوال شما را از یک زاویه دیگه میخوایم پاسخ بگویم. درست است که تاپی دارای اهمیت فراوان است برای اقتصاد افغانستان از هر جهتی که شما ببینین، ولی بعضی نگران های جدی هم در مورد تطبیق شدن یا اجرایی شدن پروژه حداقل وجود داره که من بسیار بسیار خلاصه میخوایم اشاره کنم تا برسیم به پاسخ سوال شما. بحث اول، اصلا ماهیت طرح پروژه تاپی در دهه 1990 این بیشتر طرح سیاسی بوده تا طرح اقتصادی. شما میبینین که در قدم اول کمپانی بریداس آرژانتینی میخواست این طرح بسازه با دیدگاه اقتصادی، ولی کمپانی یونیکال بعد از یک منازعه اقتصادی این حاکمیت پروژه تاپی را از کمپانی بریداس میگیره. یونیکال کمپانی آمریکایی هست و آمریکایی ها دو تا هدف بسیار استراتژیک را به خاطر تطبیق کردن پروژه تاپی دنبال میکردن: یک، شکست دیپلماسی انرژی ایران در منطقه، دو، شکستاندن انحصار روسیه بالای صادرات گاز آسیای میانه به مارکت اروپا. به این خاطر است که شما مثلا ببینین ما یک رقیب پروژه تاپی اگر بخوایم بگوییم پروژه صلح هست. پروژه صلح گاز ایران را میبره پاکستان، از پاکستان میره هندوستان. تقریبا به لحاظ مساحت نصف مسیر پروژه تاپی است و به لحاظ مصرف هم نصف پروژه تاپی است. زیربنای پروژه صلح تا مرز پاکستان آماده است، کم هزینه تر، قابل دسترس‌تر و عملی تر است. ولی چرا پروژه تاپی بسیار به لحاظ سیاسی بولد شد؟ دلیلش این بود که اینا میخواستن ایران ها را از مارکت بسیار گسترده انرژی در هندوستان و اصطلاح بیرون کنند. از طرف دیگه به لحاظ تاریخی اگر شما ببینین از دوران شکلگیری شوروی تا به امروز روسیه کنترل صادرات تمامی گازهای آسیای میانه را با مارکت های اروپا دارد و این نه تنها یک ابزار اقتصادی است بلکه یک از مهمترین ابزارهای استراتژیک برای روسیه است به خاطر تحت فشار دادن کشورهای اروپایی. از این جهت این دو تا میتونه، ایران و روسیه میتونه به عنوان نگرانی مطرح باشه. نمیگم که اینا ممکن است مانع تطبیق شدن از پروژه شه، ولی این نگرانی رو ما نباید از نظر دور داشته باشیم. بحث دیگه ای که به نظر من مهم است شما هم مطرح کردین، بحث مدیریت پروژه است. مدیریت دو بود داره، یک بحث مدیریت سیاسی از پروژه است که چگونه دولت افغانستان میتونه در یک تعامل منطقه‌ای زمینه اجرایی شدن از پروژه را فراهم بسازه. یک بود تکنیکی است که ما چگونه میتونیم به لحاظ تکنیکی پروژه را تطبیق کنیم، چگونه مدیریت کنیم، چگونه حفظ و مراقبت کنیم و مهمتر از همه آیا ما میتونیم یک مکانیزم روشن را به خاطر توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از تاپی در افغانستان خلق کنیم یا نه. پروژه های بزرگ اقتصادی معمولا ملی هست، اما قسمی که دوستا هم اشاره کردن بنابراین منافعی که از ایجاد میشن باید به گونه مدیریت شود که تمامی مردم افغانستان از نتایج حاصل از پروژه تاپی سود ببرن و احساس کنن که پروژه های ملی است. بحث دیگه ای که شاید خیلی دوستا به او اهمیت نتن ولی به نظر ما دارای اهمیت است، نگرانی های محیط زیستی است. من امیدوار هستم که پروژه به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب های محیط زیستی را در افغانستان انجام بده. و بحث آخری و نگرانی آخری که من دارم، من پیشتر هم اشاره کردم که پروژه تاپی منافع اقتصادی فراوان داره، ولی ما باید تلاش کنیم تا منافع حاصل از پروژه های اقتصادی منطقه‌ای رو به حد اعظمش برسانیم.
از تاپی چگونه ما میتونیم منفعت خود به حد اعظم برسانیم، جدای از 10000 شغل و جدای از 500 میلیون دلار حق ترانزیت، ما چگونه میتونیم شبکه‌های داخلی خود را مدیریت کنیم تا به پروژه تاپی وصل شود، تا ما بتونیم این گاز را چینل کنیم و مدیریت کنیم به سمت پارک‌های صنعتی، به سمت خانوارها و به تمامی نقاط افغانستان، تا بتونیم زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی هم فراهم بسازیم. یک نگرانی جدی امی است. یک محاسبه‌ای که دولت افغانستان انجام داده بودند نشان می‌دهد که اگر دولت افغانستان خواسته باشد یک پایپلاین فرعی را از تاپی بیاره تا کابل برسانه، تقریبا 1 میلیارد دلار برای دولت افغانستان هزینه داره. این یک نگرانی جدی است. بنابراین اگر بخوایم بحث‌های خود را جمع کنم، در کنار امتیازات بسیار جدی که تاپی برای ما ایجاد میکنه و این ناشی از موقعیت استراتژیک افغانستان در منطقه است که فرصت برای ما خلق میکنه، از طرف دیگه این موقعیت میتونه تهدید هم برای ما خلق کنه. ما نمونه های فراوان از این را مشاهده کردیم. مثلا وقتی پروژه چابهار طرحش مطرح شد و هندی ها خواستن از قندهار تا مرز ایران را موزیر بنای چابهار بسازن، در جریان چند سالی که پروژه ادامه داشتن 130 تا کشته دولت افغانستان داره. چرا؟ به خاطر که پاکستانی ها میگفتن که چابهار تهدیدی برای تشکر. امنیت ملی ماست. بنابراین از این جهت مهم است که ما یک مدیریت سیاسی قوی، یک مدیریت تکنیکی رو در داخل ایجاد کنیم تا منافع حاصل از پروژه تاپی به حد ازمش برسه. تشکر. آقای منصوری، گپی که در اواخر بسیار زیاد سرخط رسانه بود، فشار آمریکا بالای پاکستان بود. ظاهراً هم وقتی که شما در خبرها میشنوین پاکستان با دیپلماسی فعال خود دست به کار شد و هیچ نمای انعطاف به فشارها نشانه و دست به دامان روسیه شد. حال ضرورت پاکستان به انرژی را به او حد میبینن که پاکستانیا از او عمق استراتژیک خود بگذرن و این ضرورت خود را به عنوان یک ضرورتی که پاکستان مجبور میسازه که با دولت افغانستان کمک بکنه وارد عمل شود؟ سوال خوبی. پاکستانی ها پیشتر هم گفتن که از انرژی را که از گازی را که به دست میاره پاکستان از این لوله، از این ترانسپورت لوله‌ای، ما در ترانسپورت یک نوع ترانسپورت در ترانسپورت لوله‌ای میگیم، از این ترانسپورت لوله‌ای به دست میارن 10% نیازمنده هایشان برآورده میشه. ولی به یک کشوری که بالاتر از 190 میلیون نفوس داره، 10% خیلی نیازمندی کلان است وقتی که نیازمندیش مرفوع میشه. گپ اینجاست که پاکستانی ها همزمان که مجبور هستن این پروژه را حمایت بکنن آرام ننشستن، همزمان رفتن به دامان روسیه، دست به دامان روسیه انداختن، ولی یک روابطی به سابقه روسیه و پاکستان با هم چیز شده. هم برای ما یک نقطه نگرانی باید باشه، مثل که استاد فرزان میره مطرح کردن، ولی انحصار روسی ایرانی در بازار انرژی شکی نیست که یک نقطه ای که بسیار مهم جلوه داده شد و مهم هم هست. پروژه تاپی به همین خاطر است، چرا بازار اروپا را روسیه انرژی میده، انرژی می پروژه ای که از بستر دریا به آلمان رفته، از اون طریق همه بازار اروپا انرژی اروپا در انحصار روسیه است. همزمان هم یک نگرانی است، ولی بیشتر از اینکه نگرانی باشه برای ما یک نقطه قوت هم هست، به خاطر که امریکایی ها پای هم میخواین که انحصار روسیه را بشکنانن. از آلی نی، از بسیار وقت ها امریکایی ها در این صدد بودن که انحصار انرژی را از روسیه بگیرن. خب طبعا که ایران مشکلاتی هسته و بعضی مشکلات دیگه که ایران داره و تعذیراتی که بالای ایران وضع است، ای هم نقطه نگرانی بوده میتونه برای ما و هم نقطه قوت، ولی بیشتر برای ما یک نقطه قوت است. کمپانی بریداس، کمپانی یونیکال، خب کمپانی یونیکال که کمپانی آمریکایی هست و فعلا داشتن یک حامی قدرتمند در جهان بهتر از نسبت به داشتن یک حامی ضعیف. اما پاکستانی ها باز هم در این موضوع پاکستانی ها کوشش میکنن که هر دو دل به دست بگیرن، هم او طرف رابطه را با روسیه خوب بکنن و منتظر فرصت هایی باشن که ما باور دارم که فرصت ها دیگه برشان دست نمیته، و از طرف دیگر مجبور هستن که با فشاری را که از داخل دارن. فعلا شما در پاکستان برق بسیار مشکل شدید است، خصوصا که حالا باز تابستان میاد. در تابستان پاکستان به برق نیاز داره، اونا لود شیدینگ میگن که برقشان قطع میشه یا مجبور هستن که برق قطع بکنن به خاطر مسائلی که دارن. به خاطر پاکستانی ها
نمیتونن که 10% رفع ضرورت چانه یا بالاتر از 10% رفع ضرورت چانه در حدود 19 میلیون ایره نادیده بگیرن، ایره نادیده گرفته نمیتونن. و از طرف دیگر پروژه کاسا 1000 هم هست، اگه ایره نادیده میگیرن باز او را چطور میکنن؟ به خاطر از اینکه نسبت به گاز از گاز کرده نیازمندی پاکستان به برق بیشتر است. اگر باز دیگر ساحه نامن میسازی، ساحه دیگر هم باز نامن ساخته نمیتونی، مجبور هستی که با این حمایت کردی از او هم حمایت بکنی. و فردا باز آیسته آیسته منافی به اقتصادی پاکستان در منطقه گره میخوره دیگر، بالاخره کالاهای پاکستان هم باید مارکت داشته باشه در منطقه. و گپ جالب دیگه ایست که دوستی بسیار تاریخی و استراتژیک پاکستان که چین است، حال چین هم بالای پاکستان فشار میاره که دیگه بیشتر برود به طرف اقتصادگرایی و به طرف محوریت اقتصادی بره. تشکر آقای بهمن. سیاست هایش باید سیاست های اقتصاد محور بود. سپاسگزار آقای بهمن. نگرانی هایی را که آقای فرزان مطرح کردن، اگر شما یاد داشت ندارد بفرمایید. من اجازه بدین که کمک کمی بازاری انرژی به خاطر بسیار کوتاه انرژی جهان هم براتون بگم. امروز انرژی جهان دیگر یک کمک از حالتی به اصطلاح کنترل شده و انحصار شدهش بیرون شده. بسیار کشورها حال تکنولوژی های متفاوتی را برای از استفاده میکنن. به طور مثال چند قبل 3-4 سال قبل امریکا مصرف کننده بزرگ مثلا گاز بود یا نفت و گاز بود. حال امروز مثلا تکنولوژی شیل آورده او خود به نحوی از امو داخل خود یا از امو ظرفیت های داخلی خود برای از استفاده میکنن. حال چین هست و دوم دیگه روس ها هم آلی میدان‌های بزرگی نفت و گاز خودشان دارند. تا اینکه به اروپا و آسیای میانه بیشتر تمرکز داشته باشند، تلاش میکنن که نفت و گاز خود بیشتر صادر بکنن. بنابراین اونا بسیار بزرگ ظرفیت‌ها را در اونجا دارن. از این ناحیه من فکر میکنم که آلی کشورها دارد کمک متفاوت‌تر با قضایا دیده میشه از بود وضعیت انرژی در جهان. و بعد هم موضوع دیگری را که مطرح شد، در این شک نیست که بحث پروژه تاپی دو بود داره. یک بودش بودی ترانزیتی مثلا موضوع هست که بیشتر ما تمرکز بانم برای از او هست که بودی ترانزیتی شود و ما به عنوان یک همون چارا باشیم و از این مسیر منافع های تمامی کشورها را با هم گره بزنیم. این بحث کلان ما هست. و در کناری از او بحث موضوع منفعت هایی که از او میاد، موضوع از این که باید عادلانه توزیع شود و در او شک نیست که هر پولی که میاد به مجرای بودجه دولت افغانستان میاد و در این تصمیم گیر تنها حکومت افغانستان نیست، بلکه پارلمان هست و نهادهای دیگری هستند میتونن از این نظارت بکنن و از این روند هم حمایت بکنن و در جایی میبینن که شاید کوتاهی وجود داشته باشه میتونن که حق اعتراض دارن و در آخر هم تصمیم گیرنده در موضوع بودجه پارلمان دولتی افغانستان هست. ای یک بحث است. بحث محیط زیستی صورت گرفته، چون من قبل از این خدمتتون عرض کردم که یک کمپانی به نام تی پی سی ال و یک کمپانی آی سی اف هر دوی از این مشترکاً مطالعات تکنیکی و دیزاین کردن و بحث محیط زیستی از او هم جزء بحث دیزاین و تکنیکی، چون شما وقتی که مطالعات میکنین مطالعات از چند بود صورت میگیره، بود اقتصادی صورت میگیره، بود اجتماعی صورت میگیره، بود محیط زیستی صورت میگیره، حتی موضوعی که ملکیت های مردم هست در مسیری که میره بحثی از او هم استملاک و اینایش هم صورت میگیره که کمپانی های جرمنی بودن این کارا کردن. و بحث دیگرش هم این است که مدیریت سیاسیش دقیقاً امروز هم مدیریت سیاسی بود که به مرحله اجرا رسید و مطمئن هستیم که مهمترین نقطهش اجرایی شدن یزی بود. تا قبل از اینکه تمام کشورها را قانع بر یزی بکنه که این پروژه را تطبیق کنه، پروژه 1 میلیون و 10 میلیون دلار نیست، این پروژه بالای 7 تا 10 میلیارد دلار هست. بنان قناعت کشورها را دادن بسیار مشکل است. پس در این ناحیه هم خوشبختانه که دولت افغانستان، مردم افغانستان و شرکایی که در این قسمت دولت افغانستان کمک کردند موفق تا اندازه بودند که تونستند در این قسمت کار بکنند. و مهمترین نقطه هم این است که قناعت جانبین برن تا اینکه پروژه اجرایی شود. و دیگر موضوعی که مطرح کردن مدیریت تکنیکی ازی هست، واضحاً که امیال بعضی از ظرفیت ها کار شده روانه هست. و دوم دیگه امروز دنیای امروز است، ضرور نیست که همه کارمندایی که استخدام میشه از دولت باید استخدام شون در این پروسه. میتونین شما او را به عنوان یک آوت سورسش بکنین، یک کمپانی بیاین کار بکنن که زمینه کاری هم داخلی را مساعد میکنن و هم آیستا آیستا انتقال مهارت ها میشه، مثل که کار چینایی ها کردن. چینایی ها روزی که تغییر اقتصادی خود میخواستن انجام بدن با مشکل ظرفیتی مواجه بودن، اما بود که از اروپا پایی ها مخصوصا انگلیس ها آمدن در اونجا و آیستا آیستا آل بومی شده و مهارت ها در چین.
امروز چینایی ها او کار انجام بدن و من این تجربه هم میتونه که در افغانستان ازش استفاده شود. و موضوع دیگری هم بحث امو گازی هست که ما میگیریم. ما گفتم که گاز در دو قسمت ما میگیریم، یک برای مصرف امو خانواده ها و دیگرها، و بحث دیگرش هم مصرف برای چی است؟ سکتور خصوصی ما. و بیشتر تمرکز ما این است که ما از این گاز بتونیم برای تولید انرژی کار بگیریم که هم بتونن مناطق که ما خودمون با انرژی مشکل داریم بتونیم از این طریق هم او را مرفوع بکنیم. و در این شک نیست که در این پروسه نقش سکتور خصوصی ما بسیار ارزنده است و اکثر این کارها را باید سکتور خصوصی در اوج سرمایه گذاری بکنه. ما امیدوار هستیم با تطبیق از این زمینه امنیت هم بیاد که سکتور خصوصی ما جذب شود، چون افغانستان خوشبختانه امروز ظرفیت یزیره داره که برای سالهای سال رشد اقتصادی دو رقمی را داشته باشه. تشکر آقای فرزام. لوله گاز تاپی با خود امو آغوش همکاری های منطقه ای را میتونه در واقع به جای برسونه که مسئله ثبات در افغانستان دیگه بولد پوینت باشه، نه حمایت از رئیس افغانی برای اهداف. بسیار زیاد تشکر. دو دیدگاه در مورد ایجاد ثبات پایدار در منطقه وجود داره. یک دیدگاهی است که همکاری های سیاسی مقدم است بر همکاری های اقتصادی. به عبارت دیگر ما برای دست یافتن به ثبات پایدار در منطقه باید همکاری های مشترک سیاسی را تشویق کنیم، حمایت کنیم و تقویت کنیم تا زمینه ساز شود به خاطر دست یافتن به ثبات پایدار در سطح منطقه. تئوری دومی است که اقتصاد و همکاری های مشترک اقتصادی مقدم است بر همکاری های مشترک سیاسی، به خاطر که اما قسمی که دوستان اشاره کردن وقتی منافع اقتصادی کشورهای منطقه به هم دیگه گره میخوره و به هم دیگه یک رقمی وابسته میشن به لحاظ اقتصادی، این به صورت اتومات زمینه را به خاطر همکاری های مشترک سیاسی، همکاری های مشترک در حوزه مبارزه با تروریسم، همکاری های مشترک در عرصه مبارزه با مواد مخدر، اقتصاد غیرقانونی هم فراهم میکنه. پروژه تاپی یک گام بسیار اساسی و مهم است به خاطر ایجاد همکاری های مشترک سیاسی و نزدیک شدن کشورهای منطقه به خاطر دست یافتن به هدف مشترکشان که ثبات پایدار و توسعه پایدار در منطقه است. اما هنوز هم در منطقه نگرانی های جدی وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بسیار با خوشبینی بگوییم که دنیا گل و گلزار شده و تمامی کشورهای منطقه در دنبال ازی هستند که وضعیت ثبات در افغانستان ایجاد شود، امنیت در افغانستان ایجاد شود، توسعه در افغانستان ایجاد شود. هنوز هم ما فاصله های فراوانی باید ولی آغاز کار صورت گرفته. متو نکته ای که بسیار خلاصه میخوایم اشاره کنیم این است که در تئوری های توسعه ما یک مسئله داریم و این است که میگم منابع فراوان و خوشبینی در مورد منابع فراوان، برای ساختن منابع عایداتی فراوان یک خوشبینی مفرط در بین سیاستگزاران اقتصادی ایجاد میکنه و اینا غافل میشن از توجه به فاکتورهای دیگه اقتصادی. نگرانی ما این است که پروژه تاپی ما را دوچار یک خوشبینی بسیار افراطی نسازه که ما غافل شویم از انجام دادن اصلاحات بنیادین در عرصه سرمایه گذاری خصوصی، اصلاحات در قوانین، اصلاحات در بروکراسی، اصلاحات در کل سیستم اقتصادی که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد داخل افغانستان شد. سپاسگزار خواهی منصوری. بسیار کوتاه در آخر چون فرصت ما تمام است، دیدگاه آخرتان به عنوان جنبندی بحث. من فقط به یک چیز میخواهم پاسخ بدم که ارزیابی اثرات محیط زیستی تور پروژه ها بسیار یک مسئله مهم است. من باور دارم که ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه تاپی بسیار به صورت درست و معیاریش انجام شده، چون من کسی بودم که در ساختار قانون محیط زیست و مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی دخیل بودم وقتی که این مقرره می ساختیم. یک موضوع دیگه است که در بحث محیط زیستی امیدواری ما است که تاپی باعث احیای جنگلات ما شود. جنگلات ما که در نبود انرژی از پیش ما از دست ما رفته و فرش سبز ما از بین رفته، بالاخره تاپی ما را در 30 سال توانمند می سازد که دوباره در افغانستان ثروت ملی بزرگ جنگلات ماست این را دوباره احیا بکنیم. و یک نقطه کوتاه را می خواهم بگم. تاپی به خاطر ما برش بسیار با اهمیت میبینیم که نقطه آغاز تعامل منطقه‌ای شده. همه این منطقه نیست، ما بسیار پروژه های دیگر نیاز داریم برای اینکه تا یک نقطه. تشکر مهمانان عزیز که به واسطه شما آوردن. سپاس از شما نیز بیننده عزیز که برنامه بازنگاه دنبال کردین. تا فرصت دیگر خدا نگهدار شما باشه.